مطمئنم قبول دارید که هیچ چیزی مثل یه کامپیوتر همه کاره نمیتونه فضای یه دفتر کار رو تکمیل بکنه. یعنی این کامپیوترهای همه کاره بچه‌ها یه جوریان که به محضی که میذاریشون روی میز اتاقتون تبدیل میشه به یه دفتر کار درست حسابی. حالا نمیدونم شما بگو کارمندای دفتر ما همشون لپتاپ گیمینگ دارن یا نمیدونم از اولترا بوکای حرفه‌ای استفاده میکنن یا اصلا رو میز هر کدومشون یه کیس با نورپردازی خفن RGBه. هیچ کدوم اینا به نظر من بچه‌ها نمیتونن به اندازه کامپیوترهای همه کاره یه دفتر کار واقعی رو شبیه سازی کنن. الان میشه با حدود 20-25 تومن اینا یه کامپیوتر همه کاره پیدا کرد، ولی چیزی که واقعا به درد بخوره و سخت افزارش اذیت نکنه و بشه روش حساب باز کرد یه چیز حدود 30-35 تومن اینا هزینه داره. اگه یه سری به فروشگاهی آنلاین بزنید و مشخصات رو بذارید کنار قیمت‌ها و سعی بکنید مدلی که بیشترین ارزش خرید داره رو پیدا بکنید، احتمالاً چشمتون به آلین وان های برند اینوورس خورده. سری X24-14B از همین برند تو محدوده قیمتی 35 میلیون تومان هم مدل داره که میخوایم اینجا یه نگاهی بهش بندازیم. اول اجازه بدید ببینیم با 35 میلیون تومان چه لپتاپی اصلا میتونیم بخریم. گزینه تو این قیمت زیاده، ولی میشه مثلا رفت سراغ سری ویووبوک 15 ایسوس، سخت افزاری که با این قیمت میشه پیدا کردن، پردازنده کرای 7 1355 U 8 گیگرم DDR4 512 گیگابایت SSD و صفحه نمایش 15.6 اینچی فول اچ دی. همین سخت افزارا تو آلین وان اینوورس چیا هستن؟ پردازنده i7 12700، 16 گیگابایت رم DDR4 3200، 1 ترابایت SSD از نوع PCIe نسل 4 و نمایشگر 24 اینچی فول اچ دی IPS LCD. اینا هم اضافه کنم که تمام قطعات روی یه مادربرد ایسوس با چیپست H610 سوار شدن و از طرف دیگه امکان ارتقای SSD تا سقف 2 ترابایت و رم تا سقف 64 گیگ هم وجود داره. البته دقت بکنید که با این کامپیوتر رو میشه با پردازنده i3 و i5 هم خرید که تا 10 میلیون تومان ارزون تر از مدل i7ش هست. بگذاریم ببینید که به جز پردازنده بقیه مشخصات آلین وان X24-14B بهتر از لپتاپ با قیمت مشابهه. پس بذارید بریم سراغ پردازنده و ببینیم که اصلا ماجرا چیه. طبیعتاً یکی از راهکارها به جای خریدن همچین دستگاهی اینه که خودتون با همین بودجه همین حدود 35-36 تومان سیستم ببندید. ما اومدیم قطعات حدودی آلین وان رو توی بازار پیدا کردیم تا ببینیم با چه قیمت میشه بستش. خب پردازنده 12700 الان حدود 15 میلیون تومانه. مادر برد ایسوس H610 حدود 5 تومن. با حدود 2 تومن هم میشه دوتا استیک رم 8 گیگابایتی DDR4 3200 خرید. SSD لکسار NM620 که 1 ترابایتش حدود 3 میلیون تومانه. قیمت یه مانیتور خسته 24 اینچ IPS و فول اچ دی هم حدود 5 میلیون تومانه. حالا اینا رو با هم دیگه جمع بزنید چند در میاد؟ حدود 30 تومن. اگه باقی قطعات مثل منبع تغذیه، موس و کیبورد، کیس و اینا رو در نظر بگیری، به همون حدود 35-6 تومن در نهایت میرسی. برای همین قیمت این آلین وان خیلی غیر منطقی نیست. اما اگه بخوایم یه مقدار سخت بگیریم، اینوورس میتونست به جای 12700 با 1-2 میلیون تومان بالاتر از کورای 5 13600K استفاده کنه که خب هم پردازنده بروستریه هم قوی تره طبیعتا. باید اشاره کنم که غیر از SSD و رم خود پردازنده آلین وان رو هم میشه ارتقا داد. از اونجایی که نسل 13 اینتل از همین سوکت LGA 1700 استفاده میکنه، میتونین مثلا بعد از یه مدت 12700 رو به i5 13600 شما ارتقا بدین. اینتل کورای 7 12700 رو سال 2022 معرفی کرد و تو همین خانواده یه جورایی بین 12700H و 12700K قرار میگیره. از نظر فنی 12 تا هسته داره که 8 تاشون پرفورمنس کور و 4 تاشون افیشنسی کور یا کم مصرف هستن بچه ها. فرکانس پایه برای هسته های پرفورمنس 2.1 گیگاهرتز و حد اکثر فرکانس هم به 4.9 گیگاهرتز میرسه. واحد پردازش گرافیکیش اینتل UHD 770 توان پایه 65 واته و 12 مگابایت هم کش L2 داریم. پردازنده 12700K هم همین مشخصات رو داره، با این تفاوت که توان پایه به جای 65 وات به 125 وات رسیده و حد اکثر فرکانس کاری هم یه چیزی حدود 2% بیشتر، یعنی 5 گیگاهرتزه. همین اختلاف باعث شده تو تست های مثل سینه بنچ یا گیک بنچ حدود 15% عملکرد بهتری نسبت به 12700 داشته باشه. حالا اینا که با هم هم خانواده بودن، تفاوت 12700 با اون 1355 یو که گفتیم تو لپتاپ هم قیمت آلین وان اینوورس هست چیه؟ به زبان خیلی ساده میبینید که 1355 یو یه پردازنده کم مصرف به حساب میاد و اصلا دنبال رقابت با 12700 هم نیست.
اگه بخواید بنچمارک ها رو مقایسه کنید تو تست‌های چند هسته‌ای بعضی وقتا اختلافشون به 100% هم میرسه، که یعنی تو اون تست‌ها مثل حالا تست پاسمارک و سینه بنچ 15 پردازنده 12700 دو برابر عملکرد بهتری نسبت به 1355 یو داره. البته اینم باید گوشه ذهنتون داشته باشید که اختلاف تست‌های تک هسته‌ایشون انقدر نیست و خیلی جا مساوی یا خیلی نزدیک به همن. تو تست سینه بنچ که خودمون از این پردازنده گرفتیم امتیازش تو بخش چند هسته‌ای 14300 و تو بخش تست استرس چند هسته‌ای هم 12574 بود که میشه گفت با رایزن 9 6900 HS تو لپتاپ گیمینگ زفیروس G14 2022 تقریبا برابره و از 12700 H تو لپتاپ لیژن 5 پرو پایین‌تر قرار میگیره. توان پردازنده هم که گفتیم 65 واته و استرس تستمون هم همین نتیجه رو نشون میده. طبیعتا نمیشه این آلیوان رو با دستگاه‌های پریمیوم و گرون قیمتی مثل آیمک M1 مقایسه کرد. اما از نقطه نظر قدرت پردازشی میتونم بگم که پردازنده 12700 که تو دل آلیوان یونیورس استفاده شده حدود 70% از M1 سریع‌تره و کاری مثل اجرای کدهای پایتون رو هم میتونه حدود 30% سریع‌تر انجام بده. برای همین باید بگم که آلیوان یونیورس از پس کارهایی مثل کدنویسی، کارهای فتوشاپی، وبگردی و کارهای اداری خیلی راحت برمیاد. خب پس تا اینجا فهمیدیم که آلینوان X24 14B یونیورس حداقل از نظر پردازنده مرکزی حرفی برای گفتن داره و نه تنها از لپتاپ‌های هم قیمتش یه سر گردن بالاتره، بلکه میتونه با خیلی از لپتاپ‌های گرون قیمت‌تر هم رقابت داشته باشه. از نظر ظاهری چطوره؟ ببینید طراحی X24 14B خاص و خیره کننده نیست اما راضیتون میکنه. نمایشگر 24 اینچیش حاشیه‌های کمی داره و برخلاف مدل‌های دیگه که قرینه بودن توشون یه اصل اساسی به حساب میاد، فریم این یکی قرینه ساخته نشده. لبه پایینی سمت راست نمایشگر یه قسمت اضافه داره که دو تا پورت USB-A، یه پورت USB-C و درگاه 3.5 میلیمتری هدفون اونجا قرار گرفتن تا دسترسی بهشون سریع‌تر باشه. نکته جالبیه به خصوص برای دستگاهی که قراره تو دفتر کار ازش استفاده بشه و مثلا نمیدونم اگه مثلا کارهای گرافیکی انجام میدید و مدام به دستگاه حافظه USB در واقع وصل می‌کنید میتونه خیلی کاربردی باشه. همونطور که گفتم نمایشگر 24 اینچی دستگاه IPS و فول HD دقت بدی نداره، تقریبا کل فضای رنگی sRGB رو پوشش میده و روشنایش به حدود 300 نیت میرسه و همین باعث میشه که برای یه آلینوان 35 میلیونی به هیچ وجه عملکرده بدی به حساب نیاد. نکته جالب درباره طراحی این دستگاه بچه اینه که در ظاهر خبری از وبکم نیست، چون وبکم به صورت پاپ آپ طراحی شده و هر وقت بهش نیاز داشته باشید با کمی فشار از مرکز لبه پایینی در واقع بیرون میاد. این کار باعث میشه هم از نظر طراحی یه چیز جدید و جالب به حساب بیاد، هم خیال اون رفقایی که نگران هک شدن وبکم و حفظ حریم شخصیشون این داستان اصلا راحت میشه. کیفیت دوربین وبکم 2 مگاپیکسل دیگه نیازی نیست بگم که دیگه اصلا چه جوریه داستانش، کارتون فقط تو کنفرانس های ویدیویی اینا راه میندازه، بدی نیست. حالا به جز پورت هایی که صحبت شد 4 تا پورت USB دیگه، یه پورت HDMI، یه پورت LAN، یه پورت هدفون دیگه و یه دونه دیسپلی پورت هم زیر دستگاه قرار گرفتن تا به یه مجموعه کامل و بدون حرف و حدیث از همه درگاه کاربردی شما دسترسی داشته باشی. توی همین قاب میتونید بلندگوها رو هم پیدا بکنید. دو تا بلندگوی 3 وات به کار گرفته شده که البته صدای چندان بلندی ندارن و میشه بهشون گفت که کار را اندازن دیگه در همین حد. یه موس و کیبورد BC من برای تکمیل همچین مهمونی ما تو بسته‌بندی وجود داره که اگه هنوز تصمیم نگرفتید میخواید از چه برند موس و کیبوردی روی این آلینوان استفاده بکنید، کیفیت بدی ندارن و به دردتون میخورن. در کل به نظرم احتمالاً کار برای خونگی، گیمرها یا حتی دانشجوها و دانش آموزا سراغ آلینوان نمیرن، ولی اگه یه دفتر کار دارید و میخواید یه سری کامپیوتر همه کاره برای کارمندان انتخاب بکنید که هم قیمتش مناسب باشه و هم نمیدونم سخت افزار درست حسابی داشته باشه، X24 14B یونیورس میتونه واقعا انتخاب خوبی باشه. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر جای سوالی باقی موند لطفا داخل بخش کامنت ها بنویسید. با لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانالمون هم کلی بهمون انرژی دادید. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خیلی مخلصیم.